سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم هر چه که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشه. امروز تاریخ 7 بهمن ماه سال 1402 و عرضم به حضورتون که این ویدیو رو در حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر نزدیک 6 داریم براتون تهیه میکنیم. امیدوارم که بتونیم با این ویدیو رضایتتون رو جلب کنیم. اومدیم به محله تهران پارک، یکی از محله هایی که واقعا خیلی محبوبه تو شرق تهران و همه دوستش دارن، حتی بچه های غرب هم خب خیلی میان اینجا خرید میکنن. یک پاتوقیه، به قولی پاتوق دوردوره، و عرضم به حضورتون که اومدیم اینجا با هم دیگه قدمی بزنیم که شما هم تو این پیاده روی با ما شریک باشید. از فلکه سوم میخوایم شروع بکنیم. از فلکه سوم شروع میکنیم، میریم به سمت پایین تا برسیم به فلکه اول. خودش تقریبا 15-20 دقیقه پیاده رویه و سعی میکنم که اتفاقات و حالا تو خیابون و این ور و اون ور و کلن براتون ویدیو بگیریم و یه جورای لایف تهران رو داشته باشید. حتما نظرتون برای ما کامنت بکنید، میخونیم و جواب میدیم. اگر تهران پارس خاطره دارید، چیزی از تهران پارس یادتون هست، حتما برای ما بگید. و عرضم به حضورتون که یه مقدار معلومات از تهران پارس راجبش باهاتون صحبت میکنم و اطلاعات میدم. تهران پارس منطقه خیلی بزرگیه و شرقی و غربی داره. اگه بخوام وسعتش رو بخوام بهتون بگم، میشه گفت از سمت بوستان سرخ حصار، بوستان پارک پلیس، بوستان یاسر فاطمی و لویزان و اینا همه جزو تهران پارس حساب میشه و نمیتونیم بگیم الان صرفا توی محله تهران پارس این یه تیکه رو داریم براتون ویدیو میگیم. نه، اگه بخوایم کل تهران پارس براتون ویدیو بکنیم، ویدیو بگیریم، میشه 5-6 ساعت ویدیو. و خب الان اومدیم جایی محبوب تهران پارس، جایی که خب مردم اکثرا، من یه خورده صدا می‌ترسم خاطر سرمایه، معذرت می‌خوام از اینکه خورده سوز سرما خب خیلی شدتش بالاست. آره، تهران پارس وسعت بسیار زیادی داره و شرق غربی تقسیم میشه. الان اومدیم جایی محبوب تهران پارس ویدیو بگیریم براتون، جایی که خب همه میشناسنش. وقتی مثلا میگم بریم دور دور فلک اول تهران پارس، بریم خرید فلک اول، بریم پاساژ سیوان که توی فلک اوله، یکم بالاتر فلک اول، البته نزدیک فلک سوم، بریم خرید بکنیم، بریم سی بخوریم، این جایی که خیلی ارزان به حضورتون که اکثرا مردم میان اومدیم براتون ویدیو بگیریم، جایی که محبوب تره. ولی خب تهران پارس خیلی بزرگتر از این حرف هست. با ما همراه باشید حتما تا انتها و سعی میکنم که باز هم جلوتر اطلاعات بیشتری ازش بدم. فعلا راجع به جغرافیش با هم دیگه صحبت کردیم. جزو مناطق 4 و 8 تهران هم میشه اگه لحاظ منطقی بخوایم بررسی بکنیم، به خاطر وسعتش که شامل یک منطقه صرفا نمیشه، جز منطقه 4 و 8 شهرداری تهرانه. داستان تهران پارس رو بخوام براتون بگم. اینجا مثل خیلی از محله‌های دیگه قبلا روستا و آبادی بوده و کلی دار و درخت اینجا وجود داشته و هوای بسیار خوبی داشته که حالا مهدی آباد اسمش بوده و مجید آباد از جمله های اون بودن و خب به این اسم این منطقه رو میشناختن. تا در سال 1310 شخصی به اسم هرمز آرش که یک میلیونر زرتشتی بود، یه سرمایه‌دار زرتشتی بود، این زمین ها رو که 36 میلیون متر مربع وسعت داشتن و از خانواده ابوالقاسم خان بختیار خرید و تهران پارس رو ساخت. و الان هم همچنین در ابتدای خیابون جشنواره حدود 5 جلوتر از 4 اشراق مدرسه زرتشتیان رو بنا کرد که هنوزم هستش یادگارش و محله تهران پارس به قولی شکل گرفت. ابوالقاسم خان بختیارم خب یک سیاسی بوده که تو زمان پهلوی از ایل بختیار بوده و خب فعالیت خودش داشته. زمینا رو هرمز آرش از ایشون خرید. من گفتم اسمش هم اومده، اطلاعاتی ازش بهتون بدم. خلاصه بعدش طراحی تهران پارس افتاد به دست فرانسوی‌ها و خب مدرنیته اینجا شکل گرفت و اسم تهران پارس یعنی از برگرفته از تهران پاریسه که این اسم نامگذاری شده بود و بعد حالا به تهران پارس تغییر نام پیدا کرد. حتی قبل از انقلاب هم تعداد خیلی زیادی از آمریکایی‌ها توی تهران پارس زندگی می‌کردن، اینجا اسکان داشتن، که بعد از انقلاب از ایران خارج شدن و رفتن حالا محل زندگی خودشون توی آمریکا، که اینم جالب توجه بود خدمتتون عرض بکنم. این شخصی که واسهتون اسمشو بردم، هرمز آرش، که یکی از سرمایه‌دار زرتشتی بود، آدم بسیار بزرگی بوده که خیلی از مساجد و حالا مراکزهای مختلف و زمیناشو وقف مردم کرده، وقف خدمات به مردم کرده، که از جمله اون میشه به بیمارستان آرش هم اشاره کرد که حالا هم زمینش فکر کنم وقف بوده از طرف هرمز آرش. و حتی فکر میکنم یک عمارت تاریخی هم وجود داشته باشه توی فلکه 4
آره امارت هرمز تو فلک چهارم تهران پارسه که تاریخمون به دوره قاجار برمیگرده و در فهرست آثار ملی هم ثبت شده که متعلق به همین هرمز آرش. واقعا بعضی سرمایه‌دارا اسمشون همیشه هست به خاطر کارهایی که با پولشون انجام میدن و اینوری تک خوری به قولی نمی‌کنن وقتی به جای میرسن هوای مردم هم دارن. الان بیمارستان آرش مخصوص بانوانه توی تهران پارس. بگذاریم من سعی میکنم خب از هر محله یک سری فکت تاریخیم خدمتون بگم که سرگرم بشیم. داریم ما هم دیگه پیاده‌روی میکنیم تا برسیم به فلک اول. اینجا الان پاساژ سیوان قرار داره، خیلی مردم اینجا خرید میکنن. تا برسیم به خود فلک اول کلی مرکز خرید و بوتیک و به قولی الان دیگه شده پاتوق دور دور و خرید پنجشنبه جمعه که خیلی پاتوق دور دوره. اینجا جوونا خیلی میان اینجا میچرخن با ماشین و دیگه شده تفریحشون دیگه. حالا میتونه جای تأسف هم داشته باشه این موضوع. واسقایی میکنم هوا هم براتون بخوام بگم واقعا مثل ویدئو قبلی هوا خیلی سوز داره، سرمای شدیدی وجود داره. حالا میگیم شدید مثل قدیما نیست ولی خب نسبت به این چند روز واقعا سرما الان خیلی بیشتر شده، سوزش خیلی بیشتره و احساس میکنم که برف میاد. چون این سوزو هر وقت من یادمه که هر وقت هوای تهران اینجوری میشد سوز داشت دو سه روز بعدش برف میومد. حالا نمیدونم این سری به چه شکل این موضوع انجام بشه. یه مقدار دیگه صحبت نمیکنم، شما رو تنها میذارم با ویدیو که یه مقدار بی صدا ویدیو هم تماشا بکنید. شاید یک سریاتون دوست نداشته باشید صدای منو بشنوید. برای شما هم از الان بعد صحبت نمیکنم تا ویدیو رو تماشا بکنید. حتما برام نظرتون رو بنویسید و بگید که دوست دارید کجا براتون ویدیو بگیریم. پس تا انتهای ویدیو فعلا.
بشه.